بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. ضعف طالبان در تأمین امنیت. وقوع انفجاری در مسجدی در ننگرهار افغانستان. تشکیل اولین شورای شهر کاملا مسلمان در تاریخ آمریکا. و ورود بانوان به روضه شریفه مسجد نبی مجاز شد. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین و درود بر شما میرندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. بر اثر انفجاری که در یکی از مساجد ولایت ننگرهار در شرق افغانستان رخ داد، دست کم 2 تن کشته و 18 نفر از جمله امام جماعت مسجد زخمی شدند. عطر شینواری یکی از ساکنان این منطقه گفت که این انفجار حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر رخ داد. یک مقام سنی های تندروی طالبان که نخواست نامش فاش شود، وقوع این انفجار را تایید کرد و گفت که احتمال افزایش تلفات وجود دارد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به رغم اینکه 3 ماه از به قدرت رسیدن سنی های تندروی طالبان می‌گذرد، اما هنوز آنها موفق به تأمین امنیت در این کشور نشدند و بر همین اساس چندین انفجار در این مدت رخ داده است. شهر همترام که ایالت میشیگان هفته گذشته پس از انتخابات اولین شورای شهر کاملا مسلمان ایالات متحده به رهبری یک شهردار مسلمان تاریخ ساز شد. پس از پیروزی آدام آلبارماکی، آماند جاکوفسکی و خلیل رفایی در انتخابات هفته پیش شورای شهر همترام، آنها به اعضای فعلی شورا نیم چودوری، محمد حسن و محمد آل سومیری خواهند پیوست. هر 6 نفر مسلمان هستند و عامر غالب 42 ساله که به عنوان شهردار انتخاب شده نیز مسلمان است. 5 نفر از این اعضای مسلمان مهاجر و 1 نفر با اصلیت اروپای شرقی است. این موضوع باعث شده که شهر همترام که پیشتر به دلیل حضور بالای مسلمانان تبدیل به اولین شهر با اکثریت مسلمان در آمریکا شده، حالا شورای شهر کاملا مسلمان داشته باشد. با این حال اعضای شورا به رسانه‌ها گفتند که مذهب در تصمیمات آنها نقشی نخواهد داشت. شورای شهر 6 نفره همترام از ژانویه کار خود را آغاز می‌کند. از زمان ولیعهد شدن محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، هر از چندگاهی تصمیمی در عربستان گرفته می‌شود که تعجب همگان را برمی‌انگیزد. در جدیدترین تصمیم اتخاذ شده در عربستان، ورود بانوان به روضه شریفه مسجد نبی مجاز شد. این در حالی است که تا پیش از این زنان در عربستان سعودی از کمترین اهمیت و جایگاه برخوردار بودند. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. ریاست امور مسجد نبی ورود بانوان زائر به روضه منوره را در زمان‌های مشخصی مجاز اعلام کرد. پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی در عربستان سعودی و اجازه کامل برای استفاده زائران از تمام ظرفیت مسجد الحرام و مسجد النبی، ریاست امور مسجد النبی ورود بانوان زائر به روضه منوره را در زمان‌های مشخصی مجاز اعلام کرد. سازمان امور مسجد النبی در حساب رسمی خود در توییتر با انتشار یک عکس نوشته اوقات ورود بانوان به روضه منوره را اعلام کرده است. بر اساس این اعلام، بانوان پس از نماز صبح تا قبل از نماز ظهر می توانند از در شماره 24 وارد مسجد النبی شوند. در نوبت شب نیز پس از نماز عشاء تا اذان صبح درهای شماره 24 و 37 مسجد النبی به روی بانوان برای ورود به روضه منوره باز است. پیش از این به ویژه پس از صدور مجوز برای کاهش اقدامات پیشگیرانه بهداشتی در عربستان سعودی، ریاست کل امور مسجد النبی از تلاش این اداره
برای گرفتن مجوز جهت استقبال از نمازگزاران در مسجد النبی خبر داده بود. روزه منوره یا روزه شریفه، مکانی در مسجد النبی بین منبر و منزل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است و برای مسلمانان از فضیلت بسیاری برخوردار است، چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند فاصله بین خانه و منبر من باقی است از باغ‌های بهشت. تعدادی از علما و شیوخ دانشگاه الازهر مصر به همراه جمعی از چهره‌های اهل تسنن بغداد به زیارت حرم مطهر حضرت امیرالمومنین علیه السلام مشرف شدند و با مسئولان عتبه دیدار و گفتگو کردند. شیوخ الازهر ضمن قدردانی از حسن ضیافت خادمان عتبه از حضور در پیشگاه امام انسانیت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام ابراز خرسندی کرده و این امام را نماینده عدالت و انسانیت تلقی و تأکید کردند. عتبات مقدس عراق و به ویژه مرقد حضرت امام علی علیه السلام می توانند مرکز مهمی جهت نشر رسالت انسانیت و نهادینه کردن روحیه همزیستی مسالمت آمیز باشند. مسئولان مختلف ایرانی در چند ماه اخیر به بهانه‌های مختلف و با هدف توجیه اشتباهات و ضعف‌های خود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام را مورد اهانت قرار دادند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و از روحانیون ارشد خبرگان رهبری طی اظهاراتی حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام را به داشتن 30 ضعف متهم کرد. او گفت مشکلات هست، گرفتاری ها هم هست، اختلاس ها و فساد ها هم هست، خیلی چیزها هست که از دست ما خارج است. حالا چه کار باید کرد؟ باید حکومت دینی را رها کنیم؟ خاتمی افزود احادیث را نگاه می کردم و به حدیث نابی از حضرت علی رسیدم، فرمود در حکومت من 30 خلاف شرع هست اما از دستم خارج است. حالا امیرالمومنین چه باید بکند؟ حکومت را رها کند؟ ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.